در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد. آی آی آر جان آی آی آر حالتی رفت حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. آی آی آر جان آی آی آر عزیز من آی آی واوی دلم آر. از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار، از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار. کان تأمل که تو دیدی، کان تأمل که تو دیدی. همه بنده جمشید رضایی هستم، سال هاست که در زمینه موسیقی ایرانی، موسیقی دستگاهی و ردیف ایرانی کار کردم. اهل مازندران هستم، عرض کنم که شیرگاه مازندران، اما در ساری درس خوندم. ادامه دادم و به اصطلاح رشته های مختلف تحصیلی رو در واقع مشتاق بودم، از فلسفه که بسیار رشته مورد علاقه بنده بوده همیشه، با رشته های دیگه هم بوده، تا کشاورزی، تا بیزنس ادمنستریشن و تجارت بین المللی. جدای ناپذیر همیشگی بنده بوده که تا همین حالاش هم حفظ شده، همینطور مطالعه و خوندن و خوندن هستش. شاید عجیب باشه که یک کسی در رشته های مختلف از کم کار بکنه بعد خوانندگی هم انجام بده. خوانندگی رو در واقع جز عشق هم به حساب می آوردم و همیشه خوب زمزمه می کردم، می خوندم، و وقتی که در ایران بودم این اشتیاق در من وجود داشت واقعا، و سعی می کردم که
از خوانندگانی که بهشون علاقه داشتم میتونستم که به صداشون رو یه جوری یه شکلی مثلا در واقع تکرار بکنم، از کنم که سعی میکردم اونا مدل خوندن باشه، مدل خوندن من باشه، خوندنم باشه و همین عشق به گوش دادن به صداها و آواز ایرانی مخصوصا. بعد در اونجا باعث شد که برم علاوه بر کاری که داشتم، تخصصی که داشتم، مشاغلی که داشتم، کارهایی که داشتم، برم سراغ آواز ایرانی و این آواز ایرانی رو پیش استادای درجه یکش یاد بگیرم. خب این هم از اقبال بلند بنده بود که در این مسیر راه های بسیار مختلفی نرفتم. یک سره پیش استادای بزرگ نامی این کشور و از که تاریخ موسیقی ما این اقبال بوده که من داشتم با خودم. در اونجا ادامه دادم و در اینجا که فراغت بیشتری از این بابت بود، امکانات بیشتری از این بابت بود از این جهتم، خب اون امکانات بسیار موسیقی دانها کمتر بود، اما اینجا بیشتر ادامه دادم و به صورت حرفه‌ای‌تر این کار ادامه دادم که بعد توضیح بیدم خدمتون. میشه اسامی استادان نازنینی رو که شما پیششون تعلیم دیدید و برامون بگید؟ بله، عرض کنم که واقعا همه که میدونن که استاد به اصطلاح نامی این کشور که استاد در واقع اسطوره‌ای من همیشه میگم جناب استاد اکبر گلپایگانی که همیشه نام میبرم ازشون، به اصطلاح وظیفه شاگردی دارن، وظیفه عرض کنم شخصی دارن و چون که سالیان سال در خدمتشون شاگردشون بودم و این ضمناً خود استاد هم نهایت محبت و لطف دارن و جز در واقع فامیل هم به حساب میایم، از بس که این همه سالها در خدمتشون بودن، واقعا خودشون خانوادهشون اینه که خب همه میدونن در خدمت ایشون، برادر ایشون که استاد حسن گلپایگانی ردیفدان بسیار بزرگی از که شاگردان جناب استاد اسماعیل مهتاش بوده از که هم بودم، استاد دیگر هم هر وقت که بهشون رسیدم خدمتشون از که محضرشون حتی اندک هم که بوده تلمس کردم، از که چند جلسه خدمت استاد ناصرپور رسیدم، چند جلسه استاد صدف زیارتشون کردم، استادهای دیگر هم که هر کجا می رسیدم بالاخره یک از دنیای دانششون یک بهره بسیار می بردم، با دقت گوش می کردم، سعی می کردم بسیار در واقع حداقل گوش کننده خوبی باشم با شوق و ذوق واقعا. بله. من می خوام یه سوالی ازتون بپرسم. بله. و شما احساستون رو نسبت به اون سوال بر ما بگید. بیزینس یا هنر؟ کدوم رو انتخاب می کنید؟ والا بیزنس برای زندگی هستش، برای اینکه بتونید زندگی رو اداره کنید، چون یه اعتقادی بنده داشتم و این اعتقادم حفظ کردم. خب این برای بعضی هم قابل لمس نیست، چون میگن که یه آدم حرفه‌ای کسی که اینجوری میگن که از این راه نون بخوره زندگی کنه، به نتیجتن اون شخص را حرفه‌ای تر میدونن که از این راه زندگی کنه. بنده اعتقاد داشت، اعتقاد بوده، نه ممکن درست نباشه. الانم بر سر همون اعتقادتون هستین؟ الانم اعتقادتون که یعنی اعتقاد هست که بهش عمل کردم که شما برای یه کاری که کار دل باید عشق داشته باشید. بله واقعا باید عشق داشته باشید. توجه فرمودید؟ بله. این عشق به تو کمک بکنه. البته اگر که به صورت حرفه‌ای وارد هنرستان بشید، خب کار حرفه‌ای تو میشه، از که از لحاظ حرفه‌ای بیشتر شاید که مثلا مسلط‌تر باشید، بیشتر مثلا به زیر و بم کار آشنا باشید چون حرفه‌تون هست. اما وقتی که شما برای پول کار میکنید، وقتی که مثلا واقعا عشق و دلتون همراه اون خوندنتون نواختنتون نیست، مثلا بنده اون روش رو نمیپسندم، در حالی که خب بالاخره روش صدها نفر هست و از این راه زندگی میکنن و حقشون هم هست و نون میخورن اینا. ولی اگر اونها هم همین عشق رو واقعا داشته باشن، محصولش اینطور میشه که بالاخره مردم هم جذب میشن اینا. بنده خب کار سختری داشتم به دلیل اینکه خیلی مشکله
که حتی مردم هم بپذیرن کسی که کارش کار دیگری هستش، از کنم که آوازخوان باشه، خواننده باشه یا امثال هم نوازنده باشه، و اینکه وارد عرصه هنری بشه و بخواد کار هنری انجام بده، کار هنری بکنه. خب یه ذره هم بسیار مشکل به نظر میرسه، از کنم که یک ذره حتی باورش هم برای افراد بسیار، چون به حساب میارن که خب این چون امکاناتی داره مثلا اون امکانات رو به کار میگیره، تحجیب فرمودید؟ بله. و دائما من با این مطلب مواجه بودم و ولی توجه نمی کنن که خب این امکانات رو خیلی ها دارند اما دنبال کار هنری نمیرن. بنده فقط این نبوده که چون بیزنسمن نسبتا موفقی بودم فرض کنید کار هنری تونستم دنبال کنم، نه، این در این کار عشق هم داشتم، در این کار با بزرگترین استادای در واقع این فن و این حرفه دست برخواسته، اصلا هیچ کارم نکرده باشم واقعا در محافلی که این اقبال با من با بنده بود، واقعا در محافلی که اون هم به خاطر عرض کنم که شاگردی در خدمت بزرگترین استاد آواز مملکت. شما در حدود 30 تا ترانه و اجرای کار دارین. در واقع کارهای اجرایی داشتید که همه اینها با خودتون بوده. خودتون اینا رو ساختید. هزینه هاشو خودتون متقبل شدید. درسته؟ اینو عرض بکنم. بعد البته اینجا یادی بکنم از استاد اسدالله ملک، بزرگترین واقعا نوازنده ویولون کشور ما، آهنگساز بزرگ ما، که ایشون سبب آشنایی بنده عرض کنم که با جناب استاد گلپایگانی شدن که حتما باید اینو ذکر میکردم، گفتم در مصاحبه. ترانه های کارهای شما رو چه کسانی خلق کردن؟ در این مورد هم بنده این اقبال داشتم که اول جناب استاد حسین فرهادپور عزیز که جز استادای واقعا به نام ما بودن، جز گروه استاد پایور بودن، این اقبال هستم که جناب دوست عزیز جناب کاپیتان خلیلیه که باز ازشون ذکر میکنم، ایشون به بنده رو به جناب فرهادپور معرفی کردن که اولین آلبوم شاهد عشق رو ایشون برام در واقع درست کردن، ساختن و تنظیم کردن که محبت کردن تشریف آوردن اینجا و استادای بزرگی هم برای خودشون بودند، استاد حسن ناهید که واقعا بزرگترین واقعا نوازنده نی ما بعد از جناب استاد کسایی و دیگران هستش، ایشون بعد از جناب استاد کسایی واقعا استاد حسن ناهید دیگه بی‌نظیر هست از جهت اینکه به اصطلاح در گروه جناب استاد پایور بودن اصلا خودش کار ساده‌ای نیست. خودش خب با این استادا و نظر اون اولین آلبوم با در واقع با ایشون درست شد، اولین آلبوم بود. بعد پشت سرش آهنگسازهای دیگری هم این اقبال بود که ازشون کار خوندم، واقعا جناب دکتر عبدالحسن مختارآباد بود، دیگران بودن خیلی ها که ازشون کار من خوندم و خب کنسرت های متعددی در طول این مدت واقعا دادیم که اونم پرسش بشه پاسخ میدم خدمتتون. پشت سرتون یه قاب عکس هست که بیشتر بزرگان موسیقی ایران توی اون عکس هستند و شما در کنار خانم مهستی و بقیه عزیزان هستید. خاطری از این عکس دارید برامون بگی؟ بله، خیلی سوال خوبی فرمودید. عرض کنم که این برنامه بود در مجارستان، عرض کنم که برای تقدیر از بزرگان موسیقی کشور، عرض کنم همونجوری که من قبلم در توضیحات گفتم شانس تاریخی دیگه، به اینا میگن اقبال تاریخی، که شما در یه لحظه ای در جای معین درستی قرار بگیرید. اینه که این اقبالم با بنده امراه بوده که چون در واقع از این جمع از استاد خودم استاد اکبر گلپایگانی و جناب استاد محمد ایدری که دوستی عمیق باشون داشتیم تا خانم مهستی بزرگوار بانو مهستی که باز با ایشون سالها آشنایی دوستی داشتیم، عرض کنم که همه اینا سبب شد که ما هم عرض کنم که به طور اتفاق نادر روزگار در این جمع هم باشیم. از خانم مهستی در اون روز خاطری دارید برامون بگین؟ بله، خانم مهستی که واقعا نازنینی بود و مهربان بود و عرض کنم که واقعا هم خاکی بود، انصافا این حالت رو داشت، واقعا باید جا داره که یادی از اون مثلا انسان پر مهر بشه، واقعا پر از محبت و اینا بود و
بله پر از محبت بود و عرض کنم برای بنده که سعادتی بود در خدمت استادم و در خدمت همه این بزرگان بودم و به یاد ماند این روزگار که الان عده‌شون هم در این جهان حضور ندارن واقعا. من میخوام برگردم به سوالی که پرسیدم ازتون. بیزینس یا هنر؟ شما فکر میکنید بیزینسمن موفقی بودید یا هنرمند موفق؟ والا پاسخ به این سوال مشکله چون خودم که نمیتونم جواب بدم. احساس خودتون؟ اما احساس خودم اینه که در بیزینس خوب به حال همه میدونن که توفیق هایی داشتم واقعا اینا همه میدونن و بعضی شما زندگی من آشنا نیستن یه افسانه های عجب و غریبی درست میکنن این زمانه اینطور نیست. بنده در کار بیزینس اینو باید توضیح بدم اینجا یه بار روشن کنم که افراد متوجه باشن. در زمینه تخصصی خودم جزء افراد متخصص بودم. فکر میکنید مهاجرتی که شما کردین تأثیر روی هنر شما و همینطور بیزینس شما گذاشته؟ اگر شما در ایران میبودید آیا موفق تر بودید یا این مهاجرت تأثیر مثبتی بر روی هنر و همینطور بیزینس شما گذاشت؟ فکر کنم که اینجا موفق تر بودم، در این زمینه فراغت بیشتری بود، تو تجارتم همینطور. واقعا من اینجا واقعا با خیلی صراحتا جلوی همین دوربین میگم که واقعا میتونم بگم مدت، یعنی اصلا با نمیشه گفت لغت که با بنیه کمی واقعا من اینجا مهاجرت کردم. ما مهاجرت کردیم واقعا، خیلی به سختی هم اینجا گذروندیم. اینجا الان راحت افراد میان عرض کنم که فوری اقامت بگیرن، این میگیرن اون میگیرن. سالها خانواده ما اینجا به سخت خانواده ما اینجا به زحمت تونست واقعا سالها طول کشید تا ما تونستیم حتی اقامت ساده حتی عرض کنم پاسپورت مملکت رو به دست بیاریم. و تنها چیزی که شاید که به حساب همیشه بسیار چیز یعنی واقعا رو دارم، حسرتش رو دارم، خود مملکتی است که عاشقانه دوستش دارم، اینو همیشه حسرتش رو دارم. کشوری است که بسیار دوستش دارم، منطقه است که درش واقعا عاشقش بودم، اینا هم رو از دست دادم. چند سالی از ایران دور هستی؟ بیش از 20 سال. اینا هوای کوی تو از سر نمی رود ما را، غریب را دل سرگشته با وطن باشد. حالا که این صحبت رو فرمودین من میخوام یه سوال دیگه بپرسم. شرایط ایران رو چطوری میبینید؟ آینده ایران رو به چه شکل میبینید؟ همونطور که عرض کردم ایران هم از جهان جدا نیست. اخیرا یه مطلبی نوشته بودن فیسبوک در مورد تاریخ ایران و نتیجه گیری از این تاریخ ایران. تحول به اصطلاح عرض کنم جز ذات تاریخ هسته شده. مثلا ایران هم که نباشه، جای دیگه هم که باشه، بالاخره بعد از مدتی یه تحولی یه جامعه نیاز داره، بلوغ اتفاق میفته. منتها کند و سوسدان همون حرفیست که اول عرض کردم خدمتتون. اینا اون مثلا شرایطیست که مثلا خارج از کنترله، اما در داخل باید این شرایط وجود داشته باشه. واقعا خوشبین هستی؟ بله، یعنی تاریخ همیشه این خوشبین رو ایجاد میکنه. تاریخ همیشه این خوشبینی ایجاد بکنه. اینا همیشه به حال تحولات همیشه در توشه اینا تحجیف هم بود. من تا اونجایی که میدونم شما صندوقچه ای از خاطرات خوب و بد هستید و همونطور که خانم نازنینتون فرمودن خاطرات شاد شما خیلی بیشتر هست خوشبختانه. میخوام یکی از اونها رو برامون تعریف کنید. میخوام که از موقع در این جمع های خصوصی بعضی دوستان چون آن آشنا هستن به جای ترانه درخواستی میگن خاطرات درخواستی. با بزرگی در لس آنجلس بودیم، شخصیت بزرگی رو. بعد یک آقای خیلی اصرار داشت که ایشون رو از نزدیک ببینه. بعد چون ایشون محبت کرده بودن در جای هتلی که بنده بودم ساکن بودن و همه میدونستن که همه میامدن هر شب جمع میشدن، اصرار داشت که ایشون حتما از نزدیک ملاقات کنه. اصرار داشت ملاقات. بعد من به این بزرگ عرض کردم که ایشون اصرار داره که شما رو ببینه. گفت که من میشناسم ایشون. گفتم که والا من میپرسم. از این دوست پرسیدم که آقا شما این استاد و این بزرگ رو میشناسید؟ گفت بله، آقا رفیق قدیمی هستیم، چنین هستیم فلان اینها. عرض کردم که بالاخره ما هرچی بود به این بزرگ گفتیم که ایشون قدیمی هستن اینا، حتی به جای نیاورد، اما گفت خب بیاد. بعد ادب ایشون آمدن. بعد ایشون آمدن، بعد به مجاهد که آمدن دیدم که این استاد به اسم کوچک صدا میزنن.
نگاه میکرد خیلی عجیب اینجورا نگاه میکرد اینجورا نمیشناخت اصلا اینا که کی هست اینا. بعد خب روش هم نمیشد که واقعا از ادب بپرسه من شما رو کجا دیدم و اینا. بعد ایشو خودش شروع کرد بله آقا در اون سالهایی که واقعا شما از اون جایی بود مغازه‌ای بود که می آمدید خرید می کردید یادتون هست که بنده چه عرض ادب محکم خدمتون عرض می کردم چه سلام علیکی با هم داشتیم اینا. این استاد عزیزم حالا این همه آدم در طول این سال آمده و رفته کجا می تونید این مغازه رو به خاطر داشته باشه؟ توجه فرمودید عرضم بزرگ شما که مثلا کسی چیزی بوده و اینا نمی تونید واقعا اینو به خاطر داشته باشه اونا اینو. اما مثل ادب گفت مجبور شد که سرش تکون بده بله به خاطر دارم. از این حوادث فراوانه. بعضیاشو بعد در این محافل خصوصی عرض میکنم، حالا دیگه انشاءالله در فرصت های دیگه اونا رو عرض میکنم. من میخوام ازتون خواهش کنم که یکی از اون کارهایی رو که مال خودتون هست و بهش خیلی علاقه دارین رو چند تا قطعه است رو حالا هر جوری که خودتون صلاح میدونید برامون بخونید. پس از ما تیر روزان روزگاری میشوند پیدا، پس از ما تیر روزان روزگاری میشوند پیدا، خفای هر خزان آخر بهاری میشوند پیدا، خفای هر خزان آخر بهاری میشوند پیدا. خیلی عالی، ممنون. من میخوام یه سوال یکم خصوصی ازتون بپرسم. خیلی وقت بود که من خودم شما رو ندیده بودم و شما خیلی وزن کم کردین. بارها پرسیدم، برای دوستانتون سوال هست، دوست دارید یه توضیح کوچولو و مختصر بهمون بدید؟ چندی پیش، یعنی یه سال پیش، قند من افت پیدا کرد و دچار کما شدم. اینا نوشتم توی صفحات اینا، ولی خب وقتی برطرف میشه باز سوال میکنن که آقا شما مریضیت خوب شد. ولی عرض کنم که و اون بسیار باعث شد که خب بذاره مدافعه های مختلف و باعث شد که یه مداری در تغذیه در غذا یه مداری بسیار اشتهای گذشته اجدید نشد و به همین دلیل بیشتر به اون خاطره اونا که اونقدر که در گذشته عرض کنم که داشتم این واقعا باعث شده. بله. خب شما تجربه یا حس خاصی رو دارید که مایل باشید این رو با دوستانتون به اشتراک بذارید؟ صداقت. باور کنید که از این همینجا که زندگی میکنم داخلش باور بفرمایید. همون مطلبی که نوشته بودم راجع مثلا مشکل و بیماری و اینا، شما سراسر دنیا واقعا توی صفحه فیسبوک از مصر، از همه جا، از هر کجا که فکر بکنید محبت کردن. اینجا هم به خدا قسم وقتی توی اجتماعی میرم اینقدر محبت مردم میکنن، اینقدر محبت میکنن. یه فروشگاه دارم خرید میکنم، یه بار میرم یه فرص پرسر پا میشه بیاد مثلا این نمیدونم کمکم میکنه، یه کاری میکنه، واقعا فهمیدم که شما هر کاری در این جهان بکنید همونو پس میگیرید. واقعا هر کاری داره. افراد بیمهری هم بودن، افراد از کنم که بیلطفی هم بودن که محبت حقشون شده به خاطر نیاوردن یا نمیارن، اما اینقدر من محبت از دیگران دیدم و میبینم سیرابم واقعا. خیلی از خانواده، از بیرون، از همین دوستان عزیز مثل شما که الان اینجا تشریف دارید واقعا و ممنونتون هستم که مثلا تشریف آوردید واقعا قدم برجه. فرصتی بود که از نزدیک بیشتر با شما آشنا بشیم. ممنون از شما. براتون آرزوی سلامتی و موفقیت بیشتر رو خواهان هستم. اگر هم در پایان صحبت خاصی دارید میتونید از طریق این دوربین با دوستان و مخاطبانتون به اشتراک بذارید. بله، عرض کنم که من جز سپاس از مردمی که در این سالها در این شهر با اینا زندگی کردم و مهر از اونا دیدم، مهر واقعی دیدم، مطلبی واقعا اونطوری ندارم. واقعا سپاسگزار تمام این دوستان عزیزی هستم که در این سالها
واقعا با محبتشون با لطفشون ما رو شرمسار کردن، مدیونشون هستیم.